سلام خدا سلام عرض خدمتون امیدوارم که حالتون خوب باشه عزیز و فرزنده هستم با اولین سری از آشنای با افل استودیو آموزش افل استودیو در خدمتتونم توی این قسمت میخوام که راجع محیط کلی افل استودیو صحبت بکنم اینکه که کلا از اجزایی تشکیل میشه و اینکه هر بخشش چه کاری انجام میده همه رو به طور کامل براتون توضیح میدم فعلا که اسپانسر ندارم یه اعلان برنامه همینجوری ببینید در خدمتتون هستم دوباره میام خیلی خوب توی این مدل کلیپ ها خیلی استریمری پیش میرم یعنی اینکه تصویر خودم میذارم گوشه گوشه پایین صفحه حالا هر جایی که میبینید یه جای خوب پیدا میکنم که هم کل صفحه افلو داشته باشید هم من دیگه هیت برو بیا نکنم همون زیر باشم هر وقت خواستید نگاهی به من دازید خب آقا این چیزی که میبینید صفحه اصلی من اینا رو ببندم افل استودیو هست اولش که باز میکنید در واقع همچین چیزی میبینید وقتی آقا ما افل استودیو رو اول دانلود میکنیم کرکش میکنیم و نصبش میکنیم و شروع میکنیم که باش کار بکنیم با یه همچین چیزی وقتی باز میشه حتی این 128 هم 130 حالا بعد هم میگم با همچین صحنه ای و تصویری مواجه میشیم و هیچی نمیفهمیم البته بعضی که مدل خاص افلو رو حالا نمیدونم چه کرک میشه ولی مدل خاصی دانلود میکنم با یه پروژه باز میشه پروژه آماده از قبل باز میشه ولی حالا به طور خام همچین چیزی رو دارن خیلی بخوام به ترتیب شروع بکنم میام این ور از قسمت فایل ما اینجا منوی اصلی خود اف رو داریم اماش فایل هست که نیو رو داریم یعنی بخوایم یه پروژه جدید باز بکنیم بدون هیچ چیزی این نیو ها استفاده میکنیم نیو فرام اه... تمپلیت اگه بخوایم پروژه ها رو با در واقع استایل های مختلف فاز بکنیم مثلا سبک مثلا میخوایم این پروژه رو ترپ شروع بکنیم روی ترپ کلیک میکنیم و پروژه رو خودش میکسرش رو برامون میچینه پترن رو میچینه پلیلیست رو آماده میکنه و میگه آقا حالا بیا اجزایی که میخواست استفاده کنی و بنداز تو کار و حالا تو سبک مختلف هم به همین شکله هر سبک یه مدل انجام داده براتون و خیلی کار راحت میکنه و ترتمیز مهمتر از همین که ترتمیز کار انجام میده بعدش که اوپن هست اوپن برای باز کردن پروژه که از قبل ساختید و آماده کرده البته خب بعضی موقع... وقتی ریسنت پروژکت ها رو این زیر میاره یعنی پروژه که قبل باز کردید بستید این زیر هست که میتونید حالا اوپن رو نزنید ولی اگه خواستید اگه تو این لیست نبود و خواست قدیمی تر باشه قدیمی تر رو باز کنید اوپن رو میزنید و میرید هم جایی که سیو میکنه پروژه رو بعدی سیو هست سیو هست, هست, و سیو نیو ورژنی یعنی که همش راجع به سیو کردن و این مسائل هست گزینه بعدی ایمپورت وقتی بخواید فایل میدی مثلا خیلی شده و خیلی میشه قطعا براتون اتفاق خواهد افتاد که میرید یه در واقع یه کاری رو میخواید ریمیک بکنید مثلا یه کار خارجی معمولا واسه خارجی این اتفاق بیشتر موجود هست که مثلا یکی از بیت های چه میدونم مثلا آرمین فن بیورن مثلا میگه آقا ملودی شو میخوام واسه میدی خیلی از سایت قرار دادن میری و ملودی رو دانلود میکنی میدی شو که دانلود کردی رو صف است اینجا ایمپورت رو میزنی میدی فایل رو میزنی و از اینجا در واقع بارگذاری میکنی حالا دسکتاپ تو میزنی اینجا که انداختی بارگذاری میکنی خیلی راحت میاد بالا و بخش اکسپورت هم واسه یعنی که پروژه رو مثلا در جایی انجام دادین و سیو کردین یعنی FL پیش هست فایل خود پروژه FLش هست. پروژه هست ولی میخواید MP3 هم داشته باشیم ویو MP3 فلاگ OGG حالا هر چی میدی میخواید داشته باشید که مثلا MP3 و ویو و فلک و اینا بس تو موبایل و تو ضبط ماشینتون هم گوش بدید مثلا یه تستی بگیرید که اکسپورت رو میزنید روی امپیتریو و بعد جا شما مشخص میکنم مثلا دسکتاپ میخوام آقا بعد همچین پنجره باز میشه که بعدا راجع این موارد هم صحبت میکنیم که در نهایت تنظیم و تنجام میده استارت رو میزنید و همونجا براتون فایل امپیتری 3 این از این داستان و کارم رو فایل تموم است چیز مهم رو بهتون میگم ممکن رو خیلی چیز رد خیلی مهم نیست بقیه یعنی به کارمون نمیاد فعلا توی قسمت اد خب لیست پلاگین داریم ما و اینکه بعد از اینها مهمترین چیز در واقع رفرش پلاگین لیست هست که یه بعدا به هم بهتون میگم چجوری هست در واقع پلاگین رو دانلود میکنین ذخیره میکنین توی کامپیوتر حالا میخواید فراخوانی کنید داخل افل که بهتون میگم چجوری فراخوانی انجام بدید و بعد ریفرش رو میزنید اضافه میشه چیز مهم دیگه نداری و پترن که هیچی ویو این ها حالا به حال تنظیماتی هست که خودتون میتونید دل بخواه انجام بدید بهتون میگم اینا چی هست فعلا میخوام راجب کلیت محیط صحبت کنم خیلی ریز نمیخوام بشم و چیز مهمی که تو بخش آپشن داریم میدی سeting داریم مثلا یه میدی کیبوردی دارید میخواید فراخانی کنید و بازش کنید داخل افل استودیو میدی سeting رو میزنید از اینجاها شناساییش میکنید و خودش شناسایی میکنه و و اوکی میشه قسمت بعدی آدیو ستینگ هست که البته من خیلی خیلی بچه‌ها سوال میکنم مارک که میدی و کارت صدا و حتی کانفیگ کیس و من اینا رو همه رو بهتون میگم برند مانیتورینگ ها رو اینا رو می رو زیر ویدیو مینویسم این رو وقتی بخواید اینجا شما در واقع کارت صدا رو معرفی بکنید توی قسمت آدیو ستینگش یا قسمت دیوایس اینجا مثلا برای من آدینت هست اینجا حالا من فعلا افل استودیو رو به خاطر داستان رکورد ویدیو و اینا نمیتونستم از خود دیوایس هم استفاده بکنم ولی اینجا فراخانی اینجا خونده میشه وقتی متصل بکنید کارت داره به سیستم خودش اینجا اضافه میشه و میتونید انتخابش بکنید و بقیه بخش ها هم حالا سر یه سری تنظیمات دیگه بهتون میگم و اینم مهمه 48000 48, این دوتا خیلی معقول هست میتونید یکی از این دوتا رو انتخاب کنید و پروژهاتون رو کارش انجام بدید بخشی بعدی جنرال ستینگ هست این هم خیلی بخشی اون چیز عمومی خود افل هست اگه نکته مهمی باشه تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم میخوام ویدیوها رو ده دقیقه ده دقیقه انجام بدم که هم سریع باشه هم که کلیتش سریع بهتون بگم فایل ستینگ هم این همون جایی که شما فراخوان میدین VST رو یعنی اینکه مثلا وی اس رو آقا من مثلا میخوام رو صفحه رو دسکتاپ هم مثلا اینجا میزنم توی در واقع این بالا بود دسکتاپ رو انتخاب میکنم و اوکی می‌زنم. یه همچین چیزی اینجا اضافه شد حالا برم توی اون اد توی اینجا توی اد برم و ریفرش پلاگین لیست رو بزنم اون چیزایی که رو دسکتاپ هم بوده رو اینجا اضافه میکنه و همین راحتی میشه فراخوان بده دیگه گفتم دیگه میخواستم تو دی ویدیو جدا بگم ولی همینجا گفتم بهت که چهجوری وی اس سی یا پلاگین رو فراخوان میدیم اینجا این از این داستان دیگه تولز و هلپ و اینا هم خیلی سوی مهمی نداره اینا رو بعدا میتونم در قالب خاصی بهتون بگم یه پیچ داریم اینجا پیچ در واقع مستر ولوم هست ولوم کلی پروژه هست پیچ بعدی هم پیچ پیچ هست مستر پیچ یعنی که گام کارو میتونیم بالا پایین بکنیم گام کلی پروژه رو و چیزی که اینجا داریم پترن و سانگ هست پترن پترن و سانگ همون سانگه اینجا نیاز میدونم که این دو تا چیز رو براتون فعال بکنم ببینید این ورک خود برنامه هست یعنی که شما صداهای مختلف رو انتخاب میکنید اینجا هر لاینی چیز جدایی هست که میتونید زیر هم بیارید و همزمان با هم دیگه پلی بشه خب وقتی روی سانگ هست این خب به طور کلی پلی میشه البته اینجا نمی چون خاموش بود ها الان پلی نشد این ها بل. خب اینجا بله وقتی که روی سانگ باشه کل خود در واقع این پروژه این ورکستیشن ما در بخش ارنجمنت ما صدا میده به این شکل ولی وقتی روی پترن باشه فقط این بخش ما صدا میده یعنی چی؟ اخو ما اینجا کلیت رو داریم دیگه ولی مثلا صدایی که فقط اینجا هست ما پترن بزنیم میبینید پترن ما فقط داره صدا میده چون اینجا نه ما فقط رو پترن کار میکنیم ولی اینجا اگه سانگ باشه رو کل این ورکسن تاثیر میذاره این از این داستان بعدش پلی داریم استاپ داریم من تایم هم حواسم باشه این و رکورد رو داریم دو تا نکته راجع به رکورد بگم روش میزنید دو تا گزینش خیلی مهمه یه دونه که مثلا میخواید آقا با میدی رکورد بکنید خب روی رکورد میزنید روی اوریثینگ هم میزنید بعد تق 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 مترونوم تا صدا میده بعد شروع واسه رکورد شما میتونید با میدیت بزنید و همونجا هم رکورد میشه قسمت بعدیش audio into the playlist as an audio clip. وقتی که میکروفون دارید میخوام آقا صدا رو روی پروژه زبط کنم این قسمت رو میزنید و تخت تخت تخ 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 میزنه مترو رو میزنه و شما شروع, شروع میکنید به رکورد صدا این از این داستان بقیهش هم بهتون میگم چی هست فعلا اینا خیلی مهمه آره اولین قسمت